آمده دارن مردم با تیر میزنن. به دنبال سلسله ای از دروغ و لاپوشانی در شش ماه گذشته، خامنه ای در منتهای استیصال و در وحشت از ادامه آبان تلاش کرد پرونده آمار شهیدان را ببندد. آخوند زنور 200 روز پس از کشتار به نحو مضحکی رقم 230 نفر را در میان 5000 مجروح از مزدوران سرکوبگر پیچید و گفت تعداد 2000 نفر از حاضرین در صحنه و 5000 مأمور مجروح شدند و آمار کشته شدگان 230 نفر بود. این ادعا آنقدر مسخره بود که صدای خودی ها هم در آمد. اینها ظرف یک هفته می توانستند تعداد دقیق کشته شدگان را اعلام کنند. مردم می پرسند چرا زودتر اعلام نکردید؟ اگر آمار درست کشته شدگان آبان به مردم گفته نشود، فضای ایجاد می شود که موجهای بیگانه بر آن سوار می شوند و مردم با آنها همراهی می کنند. حتی اگر عدد 5000 مجروح نیروی مسلح انتظامی را بپذیریم و شاخص قرار بدهیم، آمار شهیدان به هزاران نفر می رسد. این در حالی است که مقاومت ایران آمار شهدا را بیش از 1500 اعلام و اسامی بیش از 750 شهید را منتشر کرد، آماری که در ایران و جهان مورد تایید قرار گرفت. 1500 نفر کشته آبان ماست. 1500 نفر کشته آبان ماست. رویترز 2 دی 98. در ایران حدود 1500 نفر کشته شدند. برایان هوک اول خرداد 99. در آبان سال گذشته رژیم ایران بیش از 1500 نفر را به قتل رساند. در هیچ موردی نیست که در خیابون با مردم خدای نکرده مقابله مسلحانه بشه، به هیچ وجه. پس این تصاویر و این صداها چیست؟ او نمیخواهد بگوید خامنه ای دستور شدید را صادر کرد. در کشور ما هیچ چنین دستوری نیست. پس این صدا چیست؟ این صدای جنایت خامنه ای و صلابت نسلی است که در قامت قیام و کانونهای شورشی می خروشد و هرگز آرام نمی گیرد.